زانوت بشین یه دقیقه دو دقیقه چون زیارت آداب داره محترم بریم. قشنگ ترینش به نظر من بین الحرمین بود، یعنی نمیدونستم حرم حضرت حسین نگاه کنم یا حضرت ابوالفضل. نشسته بودم اون وسط، نمیدونستم باید چی کار کنم. کجا بری؟ بابر قبله نه بین الحرمه ها بریم. آماده ای؟ اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم. خیلی کسا هسته که دوست داره لحظه های اینجا رو درک بکنه. آرزوم کربلا برم، نکنه میخوای بگی که منو به نوکر قبولم کن، من همین برام بسه، منو به نوکر قبولم کنید برام بس. نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. من میتونم بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین، جلو ذریعه با صفات بیام روم و زمین نزن حسین. من از خراسان از مشهد مشرف شدم، از کنار مقبره آقای علی ابن موسی رضا، آقای امام هشتم. ما نه تنها از لحظه که میخوام بلند بشم از خونه بیام خدمت آقام عرض ادب کنم، حتی از دو ماه جلوترش قلبم روح و جسمم اینجا کربلایه و به یاد آقا سید شهدا و به یاد لب تشنهش و به یاد او ظلم ها و او ستم هایی که بر این آقای بزرگوار شده هست، با تمام شوق ذوق سعی میکنم بیان خدمت آقام عرض ادب بکنم و برای همه کسانی که به این شبکه کمک میکنن، یاری میکنن، براشون دعا بکنم و به نیابتشون خدمت آقام عرض ادب بکنم و نماز و درکت نماز به نیابتشون بخونم. سفر اول سفری است که انسان به قول یار گفتنی به او درک، به او معنویتی که میخواد اینجا دسترسی پیدا به حساب پیدا بکنه قادر نیست. عوض که این آقام سید شهدا حرم بین الحرمین، عوض که با شکوه هست، عوض که با رحمت و عزت هست، ولی از سفر دوم سومم که آمدم به قول یار گفتنی معنویاتش بیشتر شامل حالم شد و خیلی معجزات رخ داد برام. هفته یکی دو ماهش که دیگه به قول یار گفتنی همه روح و روانم در کنار حرم آقام سید شهدای، ولی خوشبختانه یک چیزی هست که ما زیر بال پر آقام علی ابن موسی رضا روش پیدا کردیم. بعد یک مدتی که مزره با زیر بال پر آقام علی ابن موسی رضا بریم دیگه، بالاخره هم به یاد آقا سید شهدایم هم اونجا هم هستیم در کنار آقام علی ابن موسی رضایم. باز این مدت ده ماه دیگه شو باز از آقام التماس دعا میکنم، به قول یار گفتنی باز یک بار دیگه خداوند رحمان به برکت قبار
کف پای آقام علی ابن موسی رضا این اجازه را و این افتخار به این بنده حقیر گناهکار سیاه بده که بیام یک مرتبه دستم را به زیر آقام سید شهدا بگیرم. خوشبختانه امروز در تمام عالم هستی یک خورشید تابان، یک ماه فروزان، یک ستاره درخشان، یک شبکه از بنام شبکه آقا و مولایم سید شهدا که از حب خداوند رحمان، از لطف خداوند رحمان، از محب و محبت آقا رسول الله و اهل بیت پاک پاکیزش دفاع میکنه. در کنار شبکه میشینیم و برای تسکین قلبمان که از آقا و مولایم سید شهداییم صفحه تلویزیون رو نگاه میکنیم و حاجتمون و درخواستمون از آقا جان میگیریم. الحمدلله ما خدا رحمت کنه همه رفتگان رو به عقل آقام و مولایم سید شهدا. پدرم تعریف میکرد که من این راه کربلا رو 6 ماه رفتم پای پیاده و 6 ماه پای پیاده برگشتم آمدم. او زمان خب خیلی سخت بوده، امکانات نبوده. حالا خداوند رحمان به برکت وجود نازنین آقا امام زمان این نظر لطف شاشامر حال ما کرده که بتونیم کمی راحت‌تر و با خاطر جمع‌تر بیاریم خدمت آقام سید شهدا و خدمت مولایم قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم عرض ادب بکنیم و دست به دامنشون بشیم تا 1 سال دیگه باز نظر لطفشون شامل حال ما بکنیم که باز بار دیگه بتونیم. البته دوست داریم هر روز و هر ساعت بیاریم، ولی خب بخاطر مشکلات دیگه الان رسیرات دیگه شد. حالا از این خاندان اسمت طهارت و از این سفر کربلا، زیارت کربلا، خب خیلی انسان خاطره داره. همین پارسال که با پیرار سر اومدم، از مرز اومدم که به حساب کربلا، مثلا نفر 45,000 تومن دادم اومدم تا نجف اشرف رسیدم. ما پارسالم به هوا همو 45 تومن بودن که بیم سر اتوبوس به حساب ماشین بشیم که بیم کرد نجف اشرف. وقتی نشستم توی ماشین بنده خدا گفت آقا نفر 180 تن باعث بدن، 3 نفر مثلا 500 خورده کرایه تان میشه. من بودیدن 445 تومن داشتم و 2-3 روز که قبل از که بیام خدمت آقام سید شهدا رفتم خدمت آقام علی ابن موسی رضا. گفتم آقا جان من که از این بهتر که نمیشم، بدتر میشم بهتر نمیشونم، بهتر که نمیشم. آبرو و شخصیت و حیثیتم آقا دست تو، اصلا هیچی با ما ربطی نداره، ما کاری نیستم در قبال شما. اگه دوست داری آقا جان هر جا که من مشکل خوردم مشکل ما حل کن و رفت بشه. من سوار ماشین شدم اومدم بهش عرضم بوزو شما بنده خدا هم که مسافر می آورد یک جوانی بود، احتمالا هوا گرمه دیگه، من خیلی آدمی چه خسته و ناراحت بود. ما یک بنده خدا که همگاهن ما همسفر بود شیرازی بودن، ما 460,000 تومن پول داشتم، بی آقا دادم، گفتم آقا شما بی کریر بده بی بنده خدا، چون قرار شد که پول عراقی رو بدم به خود صاحب ماشین، پول ایرانی رو این بالا جمع بکنه بده به صاحب راننده، به راننده ماشین. من گفتم آقا ما این 460 تومن پیشه این مبلغ رو نتارم، شما این رو بهش بده، باید صحبت بکن بیا. حالا تو را ما اگه جایی باز بود، ساعت 9 شبم بود، اگه جایی باز بود باز بود، اگه نیک شماره بگیر و یک کاری بکن براخره اینجا آبرو ما بخیر. این بنده خدا هم ناراحت، ما بریم با این ریش سفید ما یک چیز بگیم یه ناراحت میشه، یک چیز بگم ما هم خجالت بکشم. این بنده خدا قبول کرد و ما پول 460,000 تومان دادم بی آقا. بعدش عرضم بوزو شما یه وقتی که ما خواسته بود سوار ماشین بشه رانده بود، گفته بود نفر 170 تومن. وقتی که ما آمده نزدیک مقصد رسیدیم گفت نه من آقا گفتم چه نفر 180 تومن. اینا با هم دیگه درگیر شدن، یه بنده خدا اصفهانی پول با ما داد و گفت آقا جان خودت هم بدین خودت، ما با یالن مشکل دارم و هیچ کارم از دستم برات بر نمیاد.
و اونجا یک نظر گفتم آقا جان یا علی به موسی رضا درخه خود یک نظری بکن اینجا جلوی زن و بچه و دوست آشنا من شرمنده نشم. تو همه این بودم که یک مرتبه دیدم یک بنده خدا آمد کل کرایه ماشین رو حساب کرد و رفت. پیشترین دعا و پیشترین خواستم و پیشترین آرزویم فرج آقا و مولا امام زمانه و سلامتی آقا امام زمانه و حفظ وجود مقدس نازنین آقا امام زمانه. ما به غیر از وجود آقا امام خواسته آقا امام زمان خواسته دیگه نداریم. میگم بکنید در این موقعیت که دیگه ناجور که اگه واقعا آقا امام زمان به داد ما نرسه هم بدبخت دنیایم هم آخرتیم. باعث با تمام وجود همه عالم هستی روز و شب شب روز برای فرج مولا و آقا امام زمان دعا بکنه. رای دیگه نداریم، کسی دیگر جز آقا امام زمان ما نداریم. خب کسانی یه حرف میزنن که به قول گفتنی به این حب و به این محبت آقا امام آقا سید الشهدا نرسیدن. کسانی یه حرفی رو میزنن که دنیا پرست و مال پرستن. کسانی یه حرف میزنن که نیم آگاهی ندارن که در این خاندان اسمت طهارت چی رحمتی خفته است. و خیلی هم شده تا حالا به خودم گفتن آقا چی میخوای هر سال چه خبره دیگه، یک سال رفتی بس دیگه، چرا اینقدر صلوات میفرستی، چرا اینقدر این کار خیر میکنی، چرا این به فقیر میدی، چرا به مستمند میدی؟ مگه ما جز اینا وظیفه دیگه نداره؟ ما وظیفه از 1,000,000,000,000 یک سر نوک سوزنشو انجام میدن. من کاری برای نمیکنم که وظیفه همیه در حد توانم سال یک مرتبه دو مرتبه یا خدمت آقام که همه وجود من عرض ادب بکنم. آقا سید الشهدا مال همه عالم هستیه، مال همه اهل زمین و آسمانه، کسی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. خاندان اسمت طهارت مال همه هستین، همه عالم هستی اینا رو دوست دارن، عشق دارن به اینا، علاقه دارن، علاقه نشون میدن، عزاداری میکنن، نذریات میدن، خیرات میدن، سینه میزنن. اون داشته هر کسی در همون محدودیت خودشان، خیلی هاشم هستن که واقعا خب خیلی علاقه شدید داره، شاید نمیتونن بروز بدن. نه آقا سید الشهدا خاندان اسمت طهارت مال همه عالم، مال همه اهل زمین و آسمان، کسی نمیتونه مدعی بشه بگه مال من شخص تنها. نه، یه جور کسایی که برخورد میکنن میگن بالاترین کسانی که در روز رستاخیز بدترین افسوس را میخورن کسانی بودن که توانایی داشتن به خدمت آقام سید الشهدا برای زیارت درن نرفتن، اونا بدترین افسوس خورندگانه. و سعی میکنم تا جا که در توان دارم، حالا هر جور که میتونم، بالاخره از غفلت بیدارشان بکنم و معجزات کرمات این خاندان اسمت طهارت رو براشان بگم و از برکاتشون براشون بگم. شاید انشالله اونم نصیبشون بشه، قسمتشون بیان یعنی خدمت زیارت آقا مبعوث الله. من میگم اگه دنیا رو میخوان اینجاست، اگه آخرت هم میخواد اینجاست، ولی خب اینجا بودنم یک شرطی همراه داره. اینم در حال حاضر به خاطر که یک شبکه از کمک مردمی داره سرپایه، باعث کمک بکنه. باز آنچه که در توانتونه، هر چه که دنیاتون و آخرتون براتون ارزش داره، همانقدر به این شبکه همه ما باید تک تک کمک بکنیم در اندازه توان ما. حرف آخرم دوست دارم امشب که مخوابم پرداس و جمال آقا امام زمان آقا امام زمان رو ببینم. پرداس و پرجش برسه دیگه. انشاءالله خدا نظر حب و نظر محبتش رو نصیب قسمت روزیمون بکنه و ماها را همه ماها را از یاران و از یار دهندگان و از نوکران و از غلامان و از کنیزان آقا امام زمان هم قرار بده. و عرضم به حضور شما از این شبکه سید الشهدا آقا ابا عبدالله این همه تلاش میکنن، این همه زحمت میکشن، با این سختی و حالا با این دشمنگیری و حالا
آی هیلو حالا با این نیرنگ ها حالا با این حکومت های حالا با تمام تلاش و همت شینا در این شبکه رو سرکان نگه داشتنم و انشالله تا زور آقا امام زمان نگه میداره. از خداوند رحمان میخوام نظر حب خودش و نظر لطف خودش و نظر محبت و نظر عفو و رحمت بی نهایت بیکران خودش را شامل حال برادران و شامل حال جمیع خانوادهشون و جمیع انبادشون قرار بده انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا حسین. لطفی که کردی تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تراز پدر و مادرم حسین.